سرر. امام ششم فرمودن قرآن کریم و نماز مردم رو چهار دسته کرده: نماز و مردم تو قرآن کریم. یه دسته نماز نمیخونن، این در محلی از جهنم عذاب میشن به نام سقر، آیش هم همینه که خونده شد که اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلمین. بهشتی ها سوال میکنن از مجرمین که چی باعث شد شما توی جهنم رفتید، میگن نماز نمیخوندید. خب یه بحثی که سوال انگیزه اینه که بهشتی نباید این سوال رو بکنه برای چی شما رفتید جهنم. برای اینکه انسان تو دنیا بوده، خودش مرده، داخل عالم برزخ شده، طول برزخ رو طی کرده، قیامت رو طی کرده، از پل صراط رد شده، خب معلومم اینا که تو جهنمن مجرمن دیگه، برای چی رفتی جهنم؟ مثل که یه آدم واردی رد بشه تو تهرون بگه اینجا کجاست، بگن به زندان. زندان تو چی؟ برای چی زندان بیارم؟ بگن آه شما وارد نیستی، برای چی زندان بیارم؟ نه، بحث سر اون نیست، این هم بس سر کلمه سقره. ما سلککم فی سقر. به جهنم هفت مکان داره. الان تهرون چند تا محله داره مثلا؟ سقر خیلی جای وحشتناکه. امام هفتم فرمودن ان فی النار لوادی ان یقال له سقر. تو جهنم یه وادی هستش که بهش سقر میگن. لم یتنفس منذ خلقه الله. از اون وقتی که خدا خلقش کرده تا الان به بیرون هیچ نفس نکشیده، درز پیدا نکرده. لو اذن فی التنفس بقدر مخیط. اگه خدا اجازه بده به سقر بقدر تایی سوزنی باز بشه، لأحرقت من فی السماوات و الارض. هرچی تو آسمان ها و زمین هاست میسوزن. و تمام اهل جهنم اونقدر که از حرارت اون وادی و از شدت عذابی که اهلشو میکنن و از بوی گند اون وادی عذاب میکشن، از عذاب خودشون عذاب میکشن. این سوال انگیزه. بله، این مکان عجیب. شما بچه حالا یه آدم خیلی وارد، خیلی سیاسی، تو زندان ببینه یه زندانی رو آوردن میخوان آتیش بزنن، خب این سوال انگیز میشه بچه، چون بدجور عذابی. این میگه نمیگه برای چی تو جهنم. ما سلککم فی سقر. خیلی محل وحشتناکی سونجا. فرمودن توی سقر یه کوهیه که تمام اهل سقر از حرارت آن کوه و از بوی گندش و شدت عذابی که اهلشو میکنن، جای جهنم تیکه تیکه اهل داره، جای تصادف بیشتر عذاب میکشن تا از عذاب خودشون. اینه که تو سقر توی این کوه دره است که تمام اهل این کوه از حرارت این دره و بوی گندش و شدت عذابش بیشتر عذاب میکشن تا از عذاب. تای این دره چاهیه که تمام اهل این دره از حرارت این چاه و از بوی گندش و شدت عذابش بیشتر عذاب میکشن. تو این چاه یه ماریه که تمام اهل این چاه. امام ششم فرمودن تو جهنم به قدر میخ که به دیوار بکوبن تنگ، اینقدر جا تنگیه. پره
لأملأن جهنم من الكافرين من الجنة والناس اجمعین. یه وقتی خداوند به جهنم تو قیامت میگه که مثلا پر نشدی، متاسفانه اینجوره. خب چرا جهنمی اینقدر؟ صفحه 519 قرآن آیه 31، یوم نقول لجهنم هل امتلأت، روزی که به جهنم میگویم پر نشدی، اینقدر جمعیت میرن جهنم. جهنم و طهور میگه هل من مزید، مگه بازم هست اینقدر جده؟ یه روز پیغمبر داشتن گریه میکردن، اصحاب اومدن دارن چون خیلی شدید گریه میکنه، نفهمیدن برای چی، ولی شدت گریه به جوری بود که میلرزید همه بدنش و با همه وجودش گریه میکنه. اصلا نمیشد بپرسیم آقا برای چی شما گریه میکنه؟ اینا که اینجا جمع شده بودن آخرش یه عدهشون همجوری واسه به گریه، حالا برای چی گریه میکنه؟ من خودم دیدم یه مادری داشت گریه میکرد، اون بچه کوچیکه یه مدت نگاه کرد، اونم شروع به گریه کرد. بعد حالت حرف زدن به خودشون گرفتن، دو شد حرف بزنن، گفتن یا رسول الله بعد چی شما دید؟ فرمود جهنمی ها رو نشون من دادن برای بشریت، جن، انس داشت میسخته بشه. فرمود تعدادشون خیلی زیاد بود، اگر یه اسبی همه بدنش موش سیاه باشه، اون وقت اسبا تو چشم بوده اینا رو میفهمیدن زود، یه عدد موی سفید باشه در کل بدن این اسب، جهنمی ها اون مو سیاه ها هستن، یه مو سفیده تعداد بهشت هست، اینقدر بهشت کمه نسبت به جهنم. ناراحت بود که آقا چرا بود؟ بعد فرمودن در امت من اگر یه اسبی همه بدنش موهاش سفید باشه، یه عدد سیاه، سیاه جهنمی، سفیدا بهشتیست، امت من جهنمی کم داره. بعد فرمود 120,000 صف در بهشت در قیامت برای جهنم کشید، برای بهشت کشیده میشه، 120,000 صف، 80,000 تاش مال امت من. خاطرتون باشه امت پیغمبر خیلی مونده، ما اول کاریم، حالا امام زمان بیاد و چقدر طولانی حکومت دارم در این مرد. بله حالا این امت فرمودند از هر صفی 70,000 نفر بی حساب به بهشت میرن. این بزرگترین امتیاز قیامته که کسی تا از قبر پا میشه خدا زندش میکنه، همه الان ملائکه محاصرش میکنن به لباس بهشتی و از بهش اسب آوردن و گاهی شتر آوردن و تاج سرش میذارن و خیلی با افتخار و شد اسب پا میشه پرواز میکنه بدون هیچ حساب کتاب میبرن بهش. آدم هایی بودن همه کارشون درسته، آن برشی نگشون دارن درسته همه کار. ما سر یک کلاسی درس میدادیم سابقا، درس طبیعی و بهداشت بود، خیلی سال میشه، یه پسر هر دفعه سوال میکردیم حفظ بود، قایم بگم من بگم اینه که رو کتاب میکنه میخونه همیشه. موقع امتحان گفتم من احترامی که به تو بکنم اینه که پاشو برو بیرون، اینم نمرت 20. همیشه حفظ میکرد، برای چه امتحان بکنم بی احترامی بهش؟ معلم احترام میکنه میده بلدی یا نه؟ خب من میدونم که همه بلدی که باید چی مطلب کنه. بعضی هستن انقدر کارشون درسته تا پاشن بیه هیچ حساب و کتابی میبره خدا بهش کنیم با احترام. به این روایت که گفته شد تعداد یا افرادی که به بهشت میرن بی حساب 5,600,000,000. اما یه روایت دیگه هستش که این عدد با ضربه در 70,000 میشه. تعداد که زیاد بشه آدم طمع میکنه که بالاخره. یه نفر تو جمعیت پاشد گفت یا رسول الله من یکی از اونا باشم. فرمود باش، ولی چیزا برای همه نیست.
ولی منم گفتم به امام هشتم چند بار که باشم، ولی باششو نشنیدم. باید باشو شنید. حالا برگردیم. سحری همچه وضع خطرناکیست. به این خاطر داره سوال میکنه ما سلککم فی سقر، چی شد آخه این همه عذاب عجیب اینجا وادی جهنم اونجا؟ خب نماز نمیخونن. یه دسته دیگه گاهی نماز میخونن گاهی نمیخونن. جبرئیل آیه ای آورده بود برای پیغمبر، در سوره مریم هستش، آیه بعد شمارشم بگم که قیافشم نگاه، صفحه 309 قرآن آیه 59. فخلف من بعدهم خلف، پیغمبر بعد از این افراد که دور برتن یه مردمانی میان که اداء الصلاة، بعض وقت نماز میخونن بعض وقت نه، و تبع الشهوات، دنبال خواسته های نفساشون نفسانیشون هستن. فسوف یلقون غیا، به زودی اینها با غی ملاقات دارند. جبرئیل نشسته بود، یه وقت پیغمبر دیدیم جبرئیل گاهی به صورت انسان می آمدش، یه وحش از زده اومد تو بغل پیغمبر، که پیغمبرم ترسید گفت چی شد جبرئیل؟ گفت یا رسول الله، یه قبل از خلقت آدم ابوالبشر یک چاهی خدا در جهنم خلق کرده، این زن جهنم خیلی قدیمی، ستاره‌ای که نمیدونم هر 30,000 سال بار یه بار طلوع میکرد، من 30,000 بار دیدم طلوع کرد تا آدم خلق شد، یه سنگی از اون بالا خدا ول کرده تو این چاه، رفته 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 آدم رو خلق کرد، و الان من صدای برخوردش رو به تای چاه شنیدم، یادم افتاد وحشت کردم که کیا اینجا عذاب میشن. فرمود اسمش چیه؟ او اسم چاه غی هستم، غی که تو آیه هست، از امت من اونجا هستن. فرمود بله، کسانی که بعض وقتا نماز بخونن بعض وقتا نمیخونن. فخلف من بعدهم خلف اداء الصلاة، ضایع میکنن نماز بخونن بعض وقتا. الان دیشبه رو شما یه کسی پاچهش رو پاره کنه، خب ضایعش کرده، نپوشید اونجوری تو کوچه ها، ضایع بعض وقتا میخونه بعض وقتا نمیخونه. کسانی هستن نماز میخونن ولی حالا هرچی شد، نه کاری به وضوع درست دارن، نه به غسل درست، نه به حمد سوره درست، نه که آداب را رعایت کنن. یعنی اینا که توی اون رساله ها مراجع نوشتن دروغه. وقتی میگه اگه شما صاد و سین بگوی نماز باطله، شوخی شما با آقایون داریم، یا سخت خواسته بگیره، سخت بگیره چه، باید دستور شهر رو ننویسه، میگه ذکر واجب و میگوی عمدن حرکت بکنی باطله، شوخی میکنن با ما، و و و تمام احکامی که داره کاری به احکام میخون. فرمودن اینا در چاهی در جهنم عذاب میشن به نام ویل، آیشم تو قرآن هست، فویل للمصلین، ویل مال نماز خوناست، الذين هم في صلاتهم ساهون، صفحه 602 قرآن سوره ماعونه خط سوم سوره. فویل للمصلين، ویل مال نماز خونه است که نمازشون هرچی شد میخورن، کاری به درست و غلطش ندارن. الذين هم يراؤون و يمنعون الماعون. خب پس اگه نماز نخونه که تو سقر، بعض وقتا بخونه بعض وقتا نخونه که تو غیه، بخونه حالا هرجوری شد که تو ویله، پا کیا میمونن؟ کسانی که نماز میخونند در مقابل اونه که نمیخونند، همیشه میخونند، کم نمیذارن، ضایع نمیکنن، در مقابل اونه که صاحیان نه درست میخونند، مقیدن، صحیح میخونند. سه مرتبه خداوند تو سوره مؤمنون پشت سر هم اصرار میکنه که همینا 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 را من میبرم بهش، این آیه
صفحه 342 قرآن، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اونایی که نمازشون رو محافظت دارن که بخونن، درست بخونن، صحیح بخونن، همیشه بخونن، اولئک هم الوارثون. اینها باز الوارثون الف لامش الف لام استقراره، فقط اینا بهش میرن. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، اینا بهشت رو به ارث میبرند و همیشه مخلدند. خدا ان شاء الله ما را از اینا قرار بده. رب امام ششم گفت این قرآن میگه بهشت رو به ارث میبرند، ارث مال وقتیه که بمیره یه چیز گیر آدم بیاد، مگه کسی مرده که ما میریم بهش ارث میرسه؟ چرا خدا میگه یرسون الفردوس؟ آقا فرمودن خداوند هر فرشته ای رو که خلق کرد، هر جنی رو که خلق کرد و هر انسانی رو که خلق کرد، چه زن چه مرد، به محض اینکه خلقش کرد یه جا تو جهنم براش درست کرد، یه جا تو بهشت، که قبلا اینجا نبود، اصلا نبود قبلش، همه الان خلق کرد. استثنام نداره، حتی پیغمبرم درست کرد، امام حسین هم تو جهنم جاده بود، خدا استثنام نداره تا بیاند و بندگی ها رو بکنند و اقرار بکنند تا قیامت. کسی که داره وارد بهشت میشه نگهش میدارن، یه قانونی، حتی هستدیم، حتی فاطمه رو شکری نیستیم، میگن نگاه کن جهنم و اینجا رو برای تو خلق کردم، اگه تو رو خلق نمیکردم مثلا خلق نمیکردم. ببین بندگی کردی، اطاعت کردی، الان نجات پیدا کردی، میری بهشت. با دو تا خوشحالی وارد بهشت میشه، نجات از اون جهنم و خوشحالی بهشت. هر که رو بی استثنا در جهنم نگه میدارن، جای بهشتش رو نشونش میدن، میگن اگر تو نبودی من خدا اصلا اینجا رو خلق نمیکردم. ببین با اعمال چی از دست دادی میری جهنم. با دو تا ناراحتی وارد جهنم میشه، ناراحتی خود جهنم، ناراحتی از دست داره. خب این جهنمی به این زیادی جاهاشون تو بهشتی میشه، میرسه به بهشتی ها. شما یه اسبی که همه بدنش موهاش سیاس بشمور، خیلی اسب نزدیک نرو لغت میزنه، از دور بشمور، خیلی مو داره. ما یه دونه موی سفید پیغمبر مقایسه کردیم، خدا میدونه چقدر داره مکنش. حالا همونجوری میگم 10 میلیون، 10 میلیون به یه دونه، شما 10 میلیون تومن پول داشته باشی یه دونه یه تومنی بیفته اصلا خم نمیشی برده. جای خودت تو بهش که سرمده اینقدر کمه که اصلا بهش توجه نمیکنی، اینا زیاده. فرمود به همین جهت ارث میگن یرثون الفردوس، اینجا جهنمی هست رسیدن به بهشت. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالد. امام حسین صلوات الله سلام علیه در زیارتی که امام ششم یاد ما دادن، زیارت وارث، جملاتی داره، خب خوندیم، خدا توفیق بده بخون. یک جملهش اینه که اشهد انک قد اقمت الصلاة، حسین تو نماز رو به پا کردی، و آتیت الزکات، و امرت بالمعروف، و نهیت عن المنکر. بله این شهادت، این بساط برای این بود که این نماز به پا شد. گفتن تو صحرای صفین که معاویه با ارسلی 18 ماه می جنگید، زور که می شد اونا از اون می گفتن به پیش نمازی معاویه نماز می خوندن، اینا هم از اون می گفتن به پیش نمازی ارسلی نماز، عصر و مغرب و عشاء و صبح. حالا اینجوری بود، گفتن یه نفر بود تو این اونجا ده ها، این شوخی نیست، این آزقه که میدادن، بودجه که میدادن، میرفت تو صفای معاویه میگرفت، آخه همه عرب بودن، نماز میمد پشت سرستری، جنگ هم که میشود میرفت بالای کوه. من چرا؟
گفت ببین اونجا آذوقه و ارزش خوبه، نماز که پشت سر اون باطله، موقع جنگم بالای کوه هیچ کس کار نداره، هیچ کس نمیاد، جنگ که تموم شد میاد پایین. چه انتخابی کرده بود. خب حالا شما تو اون جنگا نبودید ببینید چه خبره. بعض وقتا یک کسی میرفت میدون کشته میشد، اون من حامیخا زیاد داشت، داداش و قومخیش و رفیق و عصبانی میشونم بیان این قاتله رو بکشم. از این طرف هم حامیخا این طرف داشت، اونا میرفت جنگ ادامه پیدا میشه. یه روز اول ظهر جنگ داشت میشد، همجوری شده بود، آمده بودن به حمایت و شلوغ و این و اون ول نمیکرد. عبدالله عباس گفتش که دیدم حضرت علی نگاه کرد به آسمان، همونجور که واسطه بود رو به قبله گفت الله اکبر که نماز بخون، نماز ظهرش رو بخون. گفت من دویدم گفتم آقا الان 10-20 دقیقه دیگه تموم میشه. آقا صحنه ها رو میدیدم که بیان جماعت بخونم. فرمود پسر عباس اگه به خاطر نماز نبود من علی شمشیرم و غلاف میکردم با هیچ کس جنگ نداشت. این جنگ برای نمازه، نماز به پا بشه. اگه صحبت نماز نبود اصلا من به جنگ با کسی نداشت. بله نمودار خداپرستی مسلمان ها تو نمازشونه و پیغمبر فرمود امت من امت من امت من امت من تا نماز میخونه، نماز که نمیخونه دیگه امت من نیست. توی کتاب عروت الوثقا که کتاب فقهیه چند تا روایت اول نماز نوشتن از قول پیغمبر که ما بین المؤمن و ان یکفر به، بین مؤمن و کافر الا ترک الصلاة، نماز نخونه کافر. یه مسجد تو خیابون ناصر خسرو بود روبرو به زردارایی، ما سنمون کم بود اونجا ساکن بودیم، بالاش نوشته بود قال النبی پیغمبر من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر، هر که عمدن نماز نخونه کافر. یعنی این الان در نزد خدا کافره، الان قبض روح بشه جز کفار قبض روح. خطرناکه. فقهاتون هم بنویسن مهمترین اعمال دینی، بعضی ها میگن بهترین نماز. تمام زحمت های انبیا اینه که ما با خدا ارتباط پیدا کنیم، بشناسیم، ایمان بیاریم، فرمان ببریم، اطاعت کنیم. همه زحمت ها برای همینه. این که فرمود کسی عمدن نماز نخونه کافره، کسی که خدا را قبول داره محال نماز نخونه، چون کافره اینقدر مهمه نماز. الان توی این مسئولین مملکت ما بعد هر جا بریم شیرین ترین لحظاتشون اون وقتی است که اون مقام بالاتر مثلا مقام رهبری گفته بیا کارت دارم، با حرف دارم، خیلی افتخار داره براش که بزرگترین مقام منو کار داره، حرف با هم میزنیم. خدا با شما کار داره تو نماز، پیغام داده 5 بار بیا این کارا بکن با من حرف بزن، او خیلی افتخار داره. شما اگه 10 دقیقه یه روز پلو مقام رهبری باشی به زنت بقیه دوستا افتخار نمی کنی؟ خب بگو من با خدا امروز ملاقات داشتم، 10 دقیقه طول کشید اصلا ملاقات داشتم. این بزرگترین افتخار مخلوقه که خدا ملاقات بهش داده. و پیغمبر موقع نماز دیگه سر از پا نمیشناخت. گفتن چی شده رسول الله اینجور؟ فرمود میگه نمیدونید چه مقام بزرگی منو خواسته که با من باش حرف بزنم، با من چیزی بگه، و گفته هرچی زودتر میای بهتر. برای خود نماز هرچی زودتر بخونیم بهتر. گفتند یا رسول الله شما سمت نماز میری اصلا حواس به هیچ جا نیست، حتی گاهی سلام میکنن نمیشنوی که جواب بدی. پیغمبر خودش سلام میکرده، یه بار عباش از دوشش افتاد یه تیکش میکشه رو زمین نمیفهمه. فرمود مگه نمیدونه چه سلطان عظیم و شأنی منو خواسته؟ از حواس پرت اونه که زود برسه. چرا این دریافتان ما حالا
تعجب میکنیم که علی بن ابی طالب تیر از پاش تو نماز در آوردن نفهمیدن. حتی یه روایت داریم نیزه زده بودن تو رون حضرت، باید رون پای دیگه، نیزه که دیدید سرش اینا نیزه آهنی همش، ایشون خیلی رون قوی داشت، نیزه شکسته بود تو رونش، نیزه شکسته بود، دستش اومد بیرون، اون مونده بود آهن اون تو. اگه میخواستن در بیارن خیلی درد داشت و خیلی پاره میکرد، از او بر در بیارن که پاره میکنه، از او برم پاره میکنه، درد دردم زیاد داشت. چند بار اومدن در بیارن، درد خیلی میگرفت، آقا مچ اون جراح هر میگرفت، جراح دیگه نمیتونه نفس بکشه، آقا نمیشه اینو در بیار. پیغمبر راهنمایی کرد که تو نماز در بیار. نماز هر سردی مثل نماز من نبوده، خود سجده ها طول میکشه، طول میدادن نماز. گروه جراح اون کنار واسطاد آماده، آقا تا رفت سجده ریختن سرش، زود چه کردن و فلان و بانو نگرد کشیدن بیرون، خونین و مالی میشه، از سجده پاشو دوباره رفت سجده دوختن بیش. اون وقتا خیلی همچین تمیز ممیز نبوده، با جوالدوز میدوختش، خب نکنم فلان دوختن دوختن و بستن و آقا داشت نماز شد. بعد نماز آقا دیدن خون خیلی اینجا ریخته، خون کجاست؟ گفتن یا علی این در آوردی من، ولی یا تیر یا نیزه. قسم خورد که نفهمید، خدا یا اون نمازه چی بوده، اون آقا میخونده نماز ما چی؟ من که نماز میخونم یه سوسکی بیاد متحیرم از کجا در مالای نه خوردم ایبر. جدا چی میشه تکلیف ما؟ چه خبر بوده اون نم؟ اون وقت این علی ابن ابی طالب، این علی فرمود والله کنار محمد به نماز می ایستادن. صدای جوشش قلبش رو مثل دیگ روی آتش که می قلید می شنیدن، اینطور به هم می ریخت تو نماز. اون چجوری دیگه نماز بود؟ در یه مسجدی تو بازارگاه اونجا بودم من، خیلی سال می‌رفتم نماز نوشته بود از قول امام ششم با آهن هم نوشته از صلاح معراج المؤمن. حالا هست تو روایت ها میگم که یعنی گاهی اینا رسم می‌نویسم به درا اینا معراج که پیغمبر رو می‌بردن و انبیا رو مقامشون معلوم بود، چه مقام بالاتر بود اونجا بیشتر تحویل می‌گرفت. نماز هر کس معراجشه، اگه بتونیم بفهمیم چجوری با خدا داریم تماس میگیریم مقاممون رو درک میکنیم پنو. از صلات معراج المؤمن. پیغمبر فرمود ابو ذر وقتی با خدا حرف میزنی خیال کن اون رو داری میبینی، اگه تو او رو نمیبینی او تو رو میبینه. توصیه میکنم که خیلی باحال نماز بخونید. خدا کمک کنه. نماز عبادتش دیار نمایش. علی ابن ابی طالب تو نامه‌ای که به مالک اشتر داد که بره مصر رو اداره کنه، حالا تو اون فیلم هم که دیدید قبل از مصر کشتن مالک تو راه ها توطئه کردن تو معاویه اونا باست هم کشتن. نامه تو نهج البلاغه هستش، نامه تو هستش فرموده مالک هر کس رو میخوای سر کار بذاری به نمازش نگاه کن. چه جوری نماز میخون؟ چون نماز مهمترین کار هر شخص، اگه نمیخونه که هیچ خبری از دین نیست. بلچون گاهی میخونه گاهی نمیخونه، اونم مرخص. اگه غلط غلط میخونه اونم مرخص، اون تو ویل جهنم بلچون، اینا اهل عذاب. حالا ببین تو نماز چقدر توجه داره، چقدر چی داره، چون بهترین کار شخص نمازه. هر کاری دستش بسپری از نمازش ناقصتر انجام میده. این هستری گفته این کار حرف من و اینا نیست، چون بشر عقل و فهم و درک داره، خود چرا با خدا درست حساب نکنه؟
من خدا کم بذارم بیام به شما خدمت کنم، خیلی خوش باوری اگه باور کنی، اگه فهم و شعور داشته باشم با خود خدا را میام. پس نماز بهترین کاری است که کسی میکنه، به جا میاره درست، به جا میاره قشنگ، به جا میاره دقت میکنه چی، ولی اگه درسته بر کار دستش بده. این همونجوری که میبینید از کارم کم نمیذاره، تمام ملاک تشخیص اشخاص و نمازشون نگاه بکن، نمازشون بهترین کاری که هر کس میکنه نمازه و کارهای دیگرش مادون نمازش. شما خودت هم میتونی نگاه کنی هر کاری انجام میده نمازت بالاترینه، مادون اونه نماز. اینجوری سیستم اینجوری، اینجوری که بعد از نماز بیشتر خدا رو بشناسیم، بیشتر چی کنیم، یا قرار بازیم چه خدا رو کنیم. بله عبادت هست این داستان. آدم صفوت الله دید یه خط سیاهی از سرش تا پاش تو بدنش پیدا شد، خیلی دلگیر شد که این چرا اینجوری و سیاه و فلان و اینه. خدا جبریل آمد که آدم نماز بخون. هر نمازی میخون 5 تا نماز دیگه دیده میره یه مقدارش، نماز آخری پاشت. فهمید جبریل بهش گفت، گفت آدم تمام اولادات تا قیامت همینجوره. اون تو رو به چشمت آوردیم که ببینی و بقیه نمیبینن، این خط سیاه هستش، اگه نخونن میمونه 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 و همینطور به جهنم میره. این نماز پاکش میره. خبری نماز تو سوره هود خدا میفرماد، بله اینم سوره هود صفحه 234 که براتون میارم اواخر سوره بوده، ولی صفحه 234 آیم آخرش 115 است، 114 اقم الصلاة طرفا النهار و زلفا من الليل. پیغمبر این ور اون ور روز و پاره های از شب نماز بخون. ان الحسنات یذهبن السیئات. یه فرمولی از آسمون اومد، به درستی که حسنات سیئات رو میبره. حالا چرا خدا این جمله رو تو آیه نماز بیان کرد؟ تو رساله نوشتن، اصلا تو هم رساله های عملیه مراجع نوشتن. پیغمبر فرمود مسئله نماز مسئله نهر جاری است، اگر کسی 5 بار توی نهر جاری بدنش رو همه رو بشوره این کثیف میمونه دیگه. نماز انسان از گناهان پاک میکنه. اینم آیه بشه ذالک ذکرا للذاکرین. کسی که میخواد چیزی رو بگیره تو مغزش بفهمه، تو قلبش جا بده، اینو جا بده که نماز پاک میکنه گناه. هر زلی فرمودن که هر فرزلی گناه نمی کنه، حالا برای مثال بزنم، میگه من موفق بشم یه نماز بخونم دیگه هیچ قصه ای از گناهانم ندارم، همه بخشیده شد. آیهشم خود ان الحسنات یذهبن السیئات. قرآن شوخی اینو نیست، من بشم میگه من شوخی بگیرم ولی شوخی. نماز اینجوریه، چه خبره؟ همجوری یخلی خدا میبخشه و همجوری فرمالیته. نه بابا، تو نماز درست بخون، همچین پدر صاحب خدا میاد در میاره که نه اونم درست میشه. نماز رو درست بخون، قصد بلدی بکنی، وضو بلدی بگیری. اگه امام زمان از این در بیاد بگه یکی تون بیاد وضو بگیرید، با خیال راحت جلوش میگیری و هیچ شکی نداری. شک داری بود بپر بروز مراجع بپر سجد سلام، قصد درست، نماز همش درست، لباس و مکان و همه چی با خیال راحت جلوی امام زمان نماز بخونیم. نماز درست برد، اون نماز برد، اون نماز یا ذهبن از سیاه این الحسنات یا ذهبن از سیاه. گفتم پدره به پسرش میگو پسر روزه رو بگیر، روزه ماهی سالی یه ماهی نماز نخونی، از زور بخونی عصر میشه، عصر بخونی غروب میشه، غروب میشه ولکن نیست،
برای خود هفته دیگه نماز بوده این پس پنج تا نماز بزن این نماز مستحبی هم بکنی نماز های واجب دیگه هم گردنه بیاد که دیگه بله اینطور هستش. اون وقت امام ششم فرموده حسین تو کشته شدی تا نماز اقامه بشه. پدر ایشون فرمود اگه برای نماز نبود من بودی شکت جنگ نداشت. آخه نماز که باشه دین هست، وقتی نباشه که پیغمبر فرمود این کافره دیگه. اهمیت شدیدی داده بشه. تو سوره طه خدا به پیغمبر میفرماد، به شخص پیغمبر میفرماد که وامر اهلک بالصلاه محمد اللهم صل على به اهلت، اهل زنت، پسرت، دخترت، اهل خونه، شما اهل خونه کیت خونه امر به نماز بکن. وامر اهلک بالصلاه آیه 132 سوره طه صفحه 321 و امر اهلک بالصلاه فاستبر علیها. نه یه روز دو روز تو زنده هم تو زن تو اگه بهترین زن عالم بود بازم صبح ها میشه نماز بخونی خودت هم پیغمبری بود خانم نماز پاشو دیر نشه نماز این بگوری مگه نمیخواد یه مسافرتی بریم بود زود باش بریم نماز همیشه هم و امر اهلک بالصلاه. یه خانوم 135 ساله ای داره تعریف میکنه سنش میگم که طمع نکنید این سنش دیگه زیاد میشه. گفتش که ما در جنگی که مأمون الرشید با روم کرد اسیر شدیم زنه بعد پیر زن شده بود وقت جوان بود وقتی اسیر شده 23 سالش بود گفت ماها رو آوردن در مرو اون وقتا کمپ و اسرا و اینا که نبوده حالا اینا زیاد بودن توی خونه های اعیان ها و سرشناس ها بیستا سیتا میگردن من خرج اینا بدی تا میان میبریم ببین چی کارش مهم بکنیم یا بری خوشی بیاد گفت من خونه علی ابن مسر رضا افتادم امام هشتم گفت تو اون خونه افتادم گفت بعدم که باز اومدیم بیرون به هم رسیدیم تعریف میکردیم دیدیم ما خیلی به اون خوش گذشته اونا تعریف هایی میکنن توی خونه هیچ بی احترامی اصلا نمیکرد کاری هم رجوع نمیکرد قضا به وقت میدونن خیلی به احترام میکردن حالا اصیل نبودن فقط موقع نماز عمر بیدار میکردن بله گفت گیر خونه علی ابن سر زاین بود صبح برای نماز عمر بیدار میکردن ظهر نماز نماز عصر نماز نماز مغرب نماز نمازه رفتی خونه علی ابن مسعود رضا به خونه بیدار دیدن دنبال اصلا که نماز خونه تو کتاب های فقهی نوشتن اگر کسی نمازشون نمیبینید به طور متعارف خودم با یک کسی از خوبه ببینه دیگه مثلا خیلی با همه انقدر نماز اهمیت داره که اجازه داده شب که بگو من نمازش نمیبینم ولو بدش بیاد انقدر نماز مهمه که این فدای نماز بشه نه نماز فدای این که میگن نماز بهت دیده بشه چرا جماعت بخونیم همه ثواب و چشممون ببینه هم دیگر اون نماز شعائره با هم بخونیم باشه الان شعارهای مملکتی رو یه نفری بدیم بهتر یا هزار نفری شعاره چه با هم بخونیم نماز و نماز جماعت ثواب اینا بله نماز دیده نشه بگویدیم نمازش چرا دیده بشه یعنی چه بساطی تو کاره. اصلا در زمان رسول خدا تصور اینکه کسی نماز نمیخونه نبود برای اینکه خود پیغمبر رو میمد میکشت کمتر مجرم بود تا نماز نمیخونه اینقدر اهمیت میدادن شدید همه اهمیت نمیشد نخونن اینجوری بودن با اهمیت بزرگ خود آقای خمینی داشت سخنرانی میکرد تلویزیون من گوش میکردم من خیلی طولانی این شغل دارم انقلاب که حالا یه 40 سالیه میخوام از قول ایشون بگم قبلا دیده بودم روایت هم دیده بودم
فرمود که نماز اهمیتش به قدر زیاده که اگر توی قیامت همه کارا درست باشه، روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و جبهه و حزب الله و هر چی بلدی بگو، فقط یک رکعت نماز نخونده داری، میبره جهنم خود. گفت خب بگیم مشکلی برای من مهم بود بگیم، چون امام باقر فرمودن یه عقربی روز قیامت از جهنم میاد بیرون. قیامت خیلی جای وسیع بزرگی است. فرمود اون عقرب اگر در دنیای شما بیاد، پایین و بالاش زمین و آسمونتون رو پر میکنه، این بر اون برش مشرق و مغربتون رو پر میکنه. اونجا خیلی بزرگ. جبرئیل یا به فرشته که چیکار داری برای چی بیرون آمدی؟ میگه من با چهار طایفه مأمورم ببرم جهنم، خدا به من مأموریت. تارک و صلاح ولو به رکعتن، تو این جمعیت یه رکعت نماز نباشه من باید ببرمش، معطل نشه این مال من. مانع و زکات ولو به حبتن، زکات نداشته باشه ولو یه حب. آق و والدین ولو به لحظتن، پدر مادرشون راحت کرده ولو یه لحظه. شارب الخمر ولو به قطبت، بی خوب بکن کارشون. فرمود مثل خروشی که دونه های گندم از تو شن جمع میکنه، مردم رو جمع میکنه، وقتی به جهنم برمیگرده صحرای قیامت خلوت میشه. نریم اونجا اون وقت چی فلان به اون نگفتن نشدیدیم، هی بی خودی خدا عرقم راه میره، خب همین خدا عرقم راه میره دارم حرف میزنه دیگه. امام به باقری داره میگم آقای خمینی با تلویزیون میدی همچی چیز خطرناکی بگه، کل بگم چاره ای ندارم اینا هستش یه، خب بگم نگم چرا نگفتی، خب ما گفتیم اینا. خب اینا خیلی خطرناک، گناه های خطرناک. توی نقل ها و اینها داریم که این اصحاب امام حسین و اینا خیلی مقام بالایی دارن و امام شیشون فرمودن امام حسین میره بهش، تمام این هفته و چند نفر هرچی تو کربلا شهید شده با خودش میبره، این عالی ترین مقام. قرآن کریم خبر داره اینو تو سوره واقعه، فرمودن تو قیامت اصحاب یمین هستن و اصحاب میمنه و میسته. من باز شوشوید 534 کنتم از واجن سلاسه، سه دستن تو قیامت. اصحاب میمنه، اینا اهل بهشت، ما اصحاب المیمنه. اصحاب المشعمه، اینا اهل جهنم. و السابقون السابقون، اهل بهشت خدا دو دستش کرد، یه دست شاگرد اولا هستن، سابق این نفر جلو، اینا از همه زودتر میبره بهش. اولئک المقربون فی جنات النعیم، مقرب اسم مفعوله یعنی نزدیک شده. به چی نزدیک شده؟ به جنات النعیم. ولی اینها سلطون من الاولین و قلیلون من الاخرین، از امت غیر پیغمبر اسلام زیادن، جماعتی هستن، ولی از امت محمد بن عبدالله کمن. قلیل من الاخرین. گفتن آقا چرا قلیله؟ فهمیدن شاگرد اول تا پیغمبر بود خودش شاگرده بود، پیغمبر که از دونه رفت علی شاگرده بود تو عبادت و بندگی، علی که رفت حسن بود، حتی حضرت زهرا بنده خدا نشد شاگرد اول، باباش نذاشته شیگم شوهره نذاشت، او شاگرد دوم بود، مدال نقره داره. بعد حسن شاگرد اول، الان هم امام زمان بود، 13 تا توی این امت بیشتر شاگرد اول نداریم، پیغمبر و 12 امام. از سنه 260 هجری که امام زمان 5 سال امام شده، شاگرد اول تا الان تا حالا دیگه همه عقبتر از اونن، اون سابقه جلوتر از اون است. امام موسی بن جعفر فرمودن این سابقین که زودتر میرن بهش، یه عده از حواریونشون رو با هم با خودشون میبرن. حواریون، حواریون اصطلاحاً دوروبری های نزدیک که خیلی مقربن،
عیسی ابن مریم تشریف آورده بود، داشت تبلیغات میکرد. یه عده گفتن عیسی میشه بیام شاگردت بشیم، ما هم یاد بگیریم، ما هم تبلیغ کنیم. فرمود بله، منتها شرط داره، من هر روز روزم، شما باید هر روز روزه بگیرید، شبام تا صبح نماز میکنم و بخونم، یادتونم میدم چه کار کنم. اینه که حواریون 12-13 تا شدن اینجوری بود که عدهشون کم شد. من که به خودم نمیدونم، هر روز روزه خیلی سخته، شب نمازم خیلی سخته. بابا یه ماه رمضون میخوایم احیا بگیریم، دو سه شب چقدر زولبیا بخور، خرما بخور، هیچ چراغ خاموش کن، روشن کن تا بتونیم دو سه ساعت بیدار بمونیم. شوخی نگیر، شب بیدار مونم تا صبح چی شد؟ یه ماه رمضون میخوام روزه بگیریم، چی بابا؟ یه هر روز روزه. من هر وقت روزه میگیرم دلم به حال حضرت عیسی خیلی میسوزه، هر روز روزه میکنم. حالا ما رمضون ما دلمون خوشه، میگم تموم میشه بابا. گفتم روز اول ما رمضون ظهر بود، طرف خوشحالی میگم، میگم همش 29 روز و لطیش مونده، تموم شد. تموم میشه خود در 11 ما میخوریم حسابی دوباره میادش دیگه. هر روز روزه اصلا امید دیگه آدم میاد. فهمیدی حواریون چرا کم بودن؟ اگه بخور بچر بود که 13 تا چی؟ 1300 تا میشدن؟ نه، کسی مردش نگاه، خودت میدونی هم میخوای بری حواری بشی اینجوری شرطش. عیسی ابن مریم هر شب تو صبح باید نماز بخون، روزم باید روزه بگیر تا بشی شاگرد بشی. حالا امام موسی بن جعفر فرمودن قیامت که میشه پیغمبر رو صدا میزن، پیغمبر عظیمترین شخصیت پیغمبر اسلام، سوال از طرف خدا صدا میزنن کجایند حواریون محمد مصطفی؟ اونایی که دینش رو عوض نکردن، تبدیل نکردن، تغییر ندادن و بر شریعت او پایدار موندن تا مردن. تو کل خلقت سه تا دون آدم پا میشه، سلمان، ابوذر و مقدار. اونجا شوخی نیست آقا، یک لحظه نباید کم آورده باشن. چون اینا کجایند حواریون علی مرتضی که یه لحظه مخالفت نداشتن و پیرو بودن؟ تو کل خلقت چهار نفر باشن، میثم تماره، عمرو بن همق خزائی، محمد بن ابی بکر، اویس قرن. حتی مالکش در الان نیستش. یه لحظه نباید اینا شاگرد اولای زبده هم. حواریون امام حسن دو نفر هم. تمام این کربلایا حواریون امام حسین هم. حواریون امام زین العابدین چهار نفر هم. امام باقر و صادق دوتایی رو هم شیش تا حواری دارن. خود گوینده روایت امام حسین جعفر مار خودشو نگفت چرا؟ من چه کنم حواری امام زمان بشم که تو قیامت پشت سرش باشم؟ اونجا تو قیامت میبینیم راستی، اونجا تو قیامت که وامسی موقف بهش میگن دوست. شما بشمار اگه من اهل بهش باشم باید پشت سر ایشون باشم، چون یوم ندعو کل اناسن به امامه هم. قرآن میفرم سوره الاسراء به اسم امام اونجا صدا میزنن که ویروان مثلا و جد امامان به امامان هدایت باید جز ایشون باشی. اون وقت اونجا که منو نگه داشتن یا هر کسی نگه داشتن، شما بشمر تا امام زمان چند تا دونه است. من اینقدر کمتر مقامم، اون که پلش واسده مقامش هستم بالا. حالا مشهور شده بود، حالا تو کتابا نوشتم مشهور شده بود که خواب دیدن علاوه مجلسی نفر اول بوده پشت سر امام زمان. حالا خدا هم ببینید اینا این قیامت میبینیم این صحنه را میبینیم. دلت نمیخواد نفر اول باشه، اما این دور برای نزدیک رو با خودشون میبرن. این سابقون همه این تعریفات کردم که اینا که زودتر میرن بهش، حواریونشون رو، حواریون یعنی بس نخورده های اینا رو با خودشون میبرن. یکی از حواریون همین امام حسین، ابو سمامه سیدابی، زور شده بود روز عاشورا، آخر داشتن جنگ میکردن دوید. من خدا واقعا
و آقای عبدالله من آرزوم اینه که در رکاب شما شهید بشم و جلوی جدید رو سفید باشم و من هستم تا آخر، ولی اگه یه نماز پرسرتون بخونیم الان وقت نماز. آقا نگاه کرد به آسمان فرمود که خدا تو رو از نماز گزارها قرار بده، یاد نماز کردی. بله اول وقتشه. نماز گزار مقامش از اصحاب امام حسین بالاتر. تو دعا نمیاد آدمی که 1000 تومن پول داره بگن خدا تو رو از 900 تومن یا قرار بده، که نفری نگه، باید بگن از 2000 تومن یا قرار بده. امام حسین به ایشون گفت تو از نماز گزارها قرار بده، دعا به مقام بالا میبرند، نماز خون از کربلایی نماز دار. ارزش کار شما ببینید از این طرف بشید. همون آل خمینی تو همون سخنانی فرمود برگه تای پرونده کسی روایت بینم همه اعمالش بره بره دو رکعت نماز بمونه خدا میبره بهش. اهمیت اون برد بر این از این برد و اول چیزی که هم مؤمن تو قیامت سوال جواب میکنن نمازه. بله اگه کافر باشه که خوبی شده. قیامت 50 تا موقف داره، 50 تا دادگاه، 50 تا محکمه داره. هر محکمه چیزی نیست، 1000 ساله تو همیشه 50 داره. منطقه هر کس به قدر گناهش معتل میشه. گفتم براتون که تو قیامت افرادی هستن که 1000 ثانیه هم معتل نمیشن، میبرن بهش. این هیچ داره، چیزی نداره. اگه گناه باشه معتلش. قیامت اصلا معتلش مقابل گرفتار. پیغمبر فرمود بعضیاتون معطلیتون تو قیامت به قدر یک نماز مکتوب است. یه نماز باطل چقدر دو دقیقه سه دقیقه علت بیشتر نیست. بعضیا نصف روزه، بعضیا دو روزه، سه روزه، پنج روزه، رفت تا 50 روز. هرچی کمتر کار میر باشه کمتر میگرد. محکمه اولی قیامت محکمه اعتقاداته. خب تو چرا مسلمون بودی، محمد بودی، چی بوده، نفسانی بودی، شیعه بودی، چی دید، اسلام سوال محاکمه به خدا حجت رو تمام کرده همچی گفتی واسه چی میکنی؟ این محکمه خطرناک. من فقه های ما دو دستم آیت الله خویی نظرشون بود که از این محکمه جهنمی بشه ببرن جهنم دیگه بقیه اعمال رو حساب نمیکنن. این حساب که از این مسلمون نظر خمینی بگه نه بگه من اینجا باور کردم که محاکمه می کنن اعمال بلا نخونده ولی محاکمه می کنن عذاب داره. این اختلاف نظر تو فتواهاشون اثر بودشون. شما مستحب بشید باید اینو حدش کنید در خوری چون فتواه گرفتارشون. من رفتم خالص شدم بارسون یه غذاخوری شراب هم می کنم. مقلد خویی می تونه شراب ببره بذاره چون قیامتون از شراب محاکمه نمی کنن. آفرد میرن جنگ محبت خونی نمیتونه برای جون و محبتون میتونه با شما میتونه حتی این نظر که فتوا اثر میزنه. اموال زیادی که از خارج از اموال به ایران میشه مثلا گندم جو چی اینا که زکوی از زکات برداده میشه. خونی میگه که کافران زکات خدا از شما نمیخواد. خمینی میگه میخواد شما حتی نگه بخری ولی بند خدا آمده اون گفت چیه؟ چیشی تون چیشی گردان قریدن به فرقای خمینی و زکات شربت بدونه چون اون زکات میدونه بعد به تصرف کنه به فتر فوری نمازه آن رو اندر اثر رو بگذار کنه و حالا برگردم چون حرف رو میخوام بزن محکمه اولی اینطوره اعتقاد داد اگر اعتقاد دادی کسی درست باشه اسم اومن اسمشه دومین محمود چیزی که معاخذ هست نمازه. اگه مؤمن بودنش درست باشه میشه اولی نماز. اگر اعتقادات کسی صحیح باشه نمیبرن تو محکمه اولی. ما گفت به اتفاقی نداره یه محکمه دارم مؤمن عنوان و صحیفت مؤمن از صلاة مؤمن باشی بالا فرمانده در باید نماز رو نمیسن این قبلت قبل ما سباها و این ردت ردت ما سباها. اگه قبول میشه نماز کسی نظر رفی بقیت عمله دیگه چی داری بیا؟ اگه قبول نشه اصلا نمیون ظرفی بقیت عمله
نمازت قبول نشه تمام عمر خط اول جبر باشه، تمام عمر رو اصلا نگاه نمی کنم، اینقدر نماز قبول یه قبول بشه نماز این رو باید دور و تو بسای فیق همی دستان برای نقطه فقیه ممنون رو باید دیگه دور بسالای فقیه بنیستم از آن باید بره تا نماز خونده بشه. اشهد ان فقط اقمت الصلاة. بله خودشونم همینو میخواستن، خدا پرستیده بشه، پرستش تو همین نماز پیدا میشه. این کتاب که کتاب وحیه در سوره عنکبوت که سوره 29 قرآنه در آیه 44 میفرماد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، نماز از فحشا و منکرات نهی میکنه، آیه قرآن دیگه تنها عن الفحشاء والمنكر، اینم سوره عنکبوت اینم آیه 44. البته جلوش هست اطل ما اوهی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. امام ششم فرمود نماز شخصی است، شخصی است، کار خدا بهش نسبت داده، میگه نهی میکنه. این اول گذشته اونجا میگه آه کسی خواست بره توی راه رو نزه بره، بگه نره. نماز حرف میزن تنها نهی میکنه. گفتن که به امام ششم که آقا ما از کجا بفهمیم نمازمون قبوله؟ فرمود اگه هیچ گناهی نمتونی بکنی نماز واسده نمیذاره، همش قبوله. اگه ظواهر گناه نمی کنی ظاهرش قبوله، اگه باطن هم نمی کنی باطنش، اگه همه را همش، اگه یه وقت خدایی نکرده من اومدم یه گناهی بکنم بهم خیلی راحت دارم میکنم، هیچ خبری نیست. آقا نماز تو پرونده نیستش. هست تو پرونده، پس این کتاب دروغه. شوخی چرا میگیریم؟ خب اینا که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. نماز خون میخواد گناه کنه قدرتی نه نکن میگیره جلوشو نه میکنه نمازش نمیذاره. داریم اینو تو پروندمون خیلی دیگه. خب علامت ها رو گفتن دیگه، میگن آقا نفت بوی نفت میده، کبریت بزنی آتیش میگیره، نماز داره خدا معرفی میکنه، میگه تنها عن الفحشاء والمنکر، میکنه این کارو نیست نمیکنه، نداری نماز تو پرونده نیستش. ای بابا چرا من بخوام جلو خودمو بگیرم حالت تقوا ندارم؟ روزه تو پرونده نیست، چون قرآن گفت کتب علیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. امام باقر فرمود لعله قرآن که خدا به خودش نسبت میده بیش از 100%، یعنی روزه بگیری حتما با تقوا میشه، یعنی جلو تو میتونی جلو خود تر گناه بگیری. نکنه روزه تو پرونده نباشه من نمیتونم جلو بگیرم؟ روزه اصلا خاصیتش اینه. خدا گفته در قرآن اینا اثراتش چجوری هست. خدا انشالله همه ما را از نماز خونا قرار بده.